خب دعوت مسئولان جمهوری اسلامی از ایرانیان برای بازگشت به کشور برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از لندن. آقای برزگر، در گرد همایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه، از رئیس جمهوری تا رئیس قوه قضاییه و وزیر امور خارجه در مورد لزوم بازگشت ایرانیان خارج از ایران به کشور صحبت کردند. قبل از اینکه ببینیم اصلا چه چالش‌هایی در این زمینه وجود داره، برامون بگی که هدف چه هست از مطرح کردن چنین سخنانی، چون وزارت خارجه هم قبلا فراخوان داده بود برای بازگشت ایرانیان به کشور. بله، البته این امر در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است با توجه به سرمایه‌ای که ایرانیان خارج از کشور دارن، هم سرمایه قابل توجه و هم تخصص قابل توجه، و خب طبیعی است که این تخصص و این سرمایه میتونه عامل بسیار مؤثری باشه در هر جایی برای تقویت بنیه‌های اقتصادی. در دولت‌های قبل هم از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در دولت آقای خاتمی، احمدی نژاد، حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد. منتها خب در دولت آقای ابراهیم رئیسی خب دیگه باور کردنش بسیار بسیار دشوارتر هست. هدف اصلی چیزی نیست جز جلب سرمایه، اون هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها و فروپاشی اقتصادی در داخل کشور خب با مشکلات عدیده جمهوری اسلامی مواجه هست و سعی میکنه که با جذب مقداری از همین سرمایه خارج از کشور، در واقع اون سرمایه رو به سود خودش وارد چرخه مالی بکنه. ولی خب چشم‌اندازی برای این وجود نداره، یعنی مجموعه شرایط بدونه ایست که تقریبا غیر ممکن هست که در شرایط فعلی یک شهروند ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنه حاضر باشه که سرمایه‌اش رو به ایران ببره، یا اینکه خودش به کشور برگرده و به هر حال دچار گرفتاری‌هایی بشه که کسانی که قبلا همین مسیر رو طی کردن هم اکنون با اونها دست به گریبان هستن. در همین رابطه آقای برزگر، در پس این آغوش به ظاهر باز برای بازگشت ایرانیان به کشور چه مسائلی نهفته؟ آیا عملکرد جمهوری اسلامی در تمامی این سال‌ها به گونه‌ای بوده که ایرانیان و دو تابعیتی‌ها بتونن به کشور برگردن؟ ببینید، شمار بالای زندانیان دو تابعیتی و نحوه برخوردی که جمهوری اسلامی با اونها داشته، یعنی در واقع شهروندان ایرانی رو به گروگان میگیره و بعد با همین گروگان ها میخواد از دولت های دیگر در واقع باج بگیره، مثل اتفاقی که در رابطه با مثلا پرسونی جیسون رضاییان افتاد یا الان در رابطه با خانم نازنین زاهری افتاده. این افراد که در واقع به نوعی به گروگان گرفته میشن و خب حیرت انگیز دیگه، یعنی حکومت ایران شهروندان ایرانی رو که تابعیت کشور دیگری رو دارن به گروگان میگیرن و میخوان که در واقع اون کشور دیگر رو مسئول جان این افراد قلمداد بکنن و به این بهانه از اونها در واقع آنچه را که طلب میکنن دریافت بکنن. این خب امر روشن است. همین الان که رئیس قوه قضاییه این صحبت ها رو میکنه یا از اون نقل قول میشه یا ابراهیم رئیسی این صحبت ها رو میکنه، در حال حاضر بیش از 10 تا 15 زندانی دو تابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و حال جسمی برخی از اونها هم بسیار نگران کننده است. علاوه بر همه درخواست‌هایی که کشورهای از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا و آلمان داشتند برای آزادی این شهروندان، جمهوری اسلامی به این نوع درخواست‌ها و درخواست‌های خانواده‌ها عملاً بی‌اعتنا بوده. خب در چنین شرایطی مشخص است اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست در واقع پولیست و سرمایه است که ایرانیان خارج از کشور دارن، نه اینکه خود اونها برگردن. اگر ایرانیان خارج از کشور بخوان برگردن، به بسیاری مسائل بنیادین دیگر هم باید حل میشه، از جمله آزادی‌های مدنی و سیاسی باید وجود داشته باشه، ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی وجود داشته باشه، امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشه. اینها در جمهوری اسلامی وجود نداره و هر آینه این امکان وجود داره که سرمایه‌گذاران مصادره انقلابی بشه و خود سرمایه‌گذار هم راهی زندان بشه. بنابراین علارغم تلاشی که می‌کنند، طبیعی است که اون اعتماد به دلیل کار کرد و سابقه جمهوری اسلامی، اون اعتماد در بین شهروندان ایرانی در خارج از کشور وجود نداره و عملاً به دعوت‌های پاسخی داده نمی‌شه. بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از همراهیتون.